خیلی خوبه. این بازی واسه ما واسه حیثیتمون خیلی مهم بود. ما میدونستیم احتمالاً پیسمون ما بازی رو میبره و تمام تلاشمون میکنیم که از حیثیت و هویت خودمون دفاع کنیم. فکر کنم بازی خوب شروع کردیم. نیمه اولا میتونستیم دو سه تا گل بزنیم. نیمه اول تقریبا بازی دستمون بود. ولی بعد نیمه دوم بعد اینکه گل که خوردیم، سپاهان واقعا عالی بازی کرد. تیم ما شکلش رو از دست داد و خدا شکر می‌گیم بیشتر گل نخوردیم چون سپاهان واقعا فشار آورد. نمیدونم چرا اینطوری شد آخر بازی، ولی خب شاید هم شرایط جدول و اینا بود. بچه‌مون خود رو ول کرد احساس. آقای عزانی فکر کنم رو آفساید گیری چند مورد حالا بین بازیکن‌های خط دفاع عدم هماهنگی بود. حالا به شخصا میشه گفت که آقای مرادمند در محاسباتشون اشتباه کردن. نه گل می‌خوره که حالا یه شخص شرمج خودم اصلا نباید آفساید گیری می‌کردم. پشت سرمون ندیده بودم. تیم گل می‌خوره، همه با هم گل خوردن. حالا میگم امروز اصلا شکل دفاعمون بعد از گلی که خوردیم کلا شکل تیممون به هم ریخت و نتونستیم خوب بازی کنیم. یه صحنه اخراج فیسیاوش اصلا نبود تو اون صحنه. چی شد اصلا؟ نه سر خطا بود، گفتم پنالتی از دور داد زدم اون پنالتی. آقا شما چند روز پیش گفتید که شاید فکر کنم بازی قبلی بود گفتید که شاید نباشید تو استقلال. بعدش یه حاشیه پیش اومد که گفتن که شما با سپاهان توافق کردید، شما و رشید مزاری. قبل بازی هم آقای ساکت مدیر عامل سپاهان اینجا برخورد گرمی با شما داشت؟ نه اولا که من سپاهان رو دوست دارم، همیشه هم دوست گفتم که چرا به سپاهان علاقه دارم و این خبرگزاری که زدن شاید خواستم حاشیه درست کنم قبل از سپاهان. و این بازی واسه خودم واقعا مهم بود. من تا سمت نیمکت سپاهان هم نرفتم امروز، گفتم بعدا حرف و حدیثی پیش نیاد و من با هیچ مذاکره نکردم. آقای عزانی قرارداد شما آخر امسال تموم میشه، خب بفهمید قرارداد آیندهتون بدونید. دوست دارین اینجا بمونین؟ خب حالا فکر کنم دیگه حرفامو زدم، شرط رو حالا ببینیم چی میشه. من خود مشکل دارم، هم چند تا بازیکنای دیگه. حالا ان شاء الله خیره و اتفاق خوبی میشه. عمل استقلال چطور دیگه هست؟ عمل کرد استقلال و ما قهرمانی نفس اول از دست دادیم، همه میدونن. اون زمانی که تیم ما صدر جدول بود، ولی صدر جدول واقعی نبود چون تیمای حریف بازی کمتر کرده بودن. ما تو باب صدر جدول اون خوابیدیم و ما قهرمانی و نفس اول از دست دادیم. با این آماری که نفس اون داشتیم قطعا نفس اول میگم که نفس اول ما مثل تیم قهرمان بازی کردیم. ما قهرمانی و نفس اول آقای یزدانی، آقای مددی به عنوان حالا مدیری باشه توی تمرین حاضر شد و یه قول مطالبات رو به شما داد. من نبودم، من سر تمرین نبودم. چند روز واقعا چقدر تاثیر داره برای موندن که بخوای مطالبات؟ نه اصلا شرایط من فرق میکنه، اصلا رفت کسی نداره. بعد ببینم شرایط چجوری میشه. خیلی مسابقه برات افتاد که نفس اول متفاوت نفس اول بازی میکنی، خیلی عملکرد بهتری داری. آخه نیم فصل اول مربی منو اخراج کرد به دلایل غیر حرفه‌ای. حالا نمیخوام اونجا شرف بزنم، خدا واسه خدا قضاوت میکنه آدما رو. منو به ناحق اخراج کرد و حتی تو جلسه هم نمیذاش. من سکوت کردم، هیچ نگفتم، ولی همه میدونن دیگه چه اتفاقی افتاد. ما میگم قهرمانی فصل اول دست دادی. مرسی.